حالا میریم به جناب آقای دانیال ایلخانی پور، نماینده مجلس هامبورگ. 3 دقیقه داریم. درود به شما، نوروزتون پیروز. امیدوارم که، یعنی مطمئنم که امسال سال خیلی مهمیه واسه هممون که ایران آزاد رو میبینیم امسال. چون که چند تا تعداد کم ولی آخرین نوزا آخرین هفته پیغام میاد که بعضی ها ناامید شدن، فکر کنم مهمه یکا کنیم تو این 6 ماه ما چی دستمون آمده، what we have achieved. چون که خیلی موفق شدیم تو این 6 ماه به نظر من، یعنی از دید یه اروپایی که میدونه پروسس سیاست اروپا چقدر طول میکشه، ما خیلی هم سعی میم جلو، بیشتر میخوایم درسته، ولی ما خیلی ساکسسفول هستیم تو این موضوع. الان یکیش هستش که هیچ کی دیگه تو دنیا نمیتونه بگه ما نمیدونستیم چی داره پیش میاد تو ایران، با زنها با بچه ها چی کار دارن میکنن، که خیلی مهمه برای اینکه جمهوری اسلامی همیشه دوست داشت تو تاریکی فعال باشه. هم یه چیز دومی هم که ما اچیف کردیم، نشون دادیم که ما میتونیم با همدیگه همکاری بکنیم. این برین واشینگ که جمهوری اسلامی انجام داده بود که میگفتش ایرانیان نمیتونن با همدیگه همکاری بکنیم، ما ثابت کردیم که میشه. هم سومین چیز درست همین همبستگیه که خیلی کلیدی هستش، که به دنیا هم به پلیتیشنای دنیا نشون دادن که صدای دیگه هستش تو ایران. ایرانیای تمام دنیا آزادی ایران رو میخوان، همین آلترناتیو وجود داره. واسه همین ما خیلی موفق شدیم. یه فاز جدید الان شروع شده که ما باید الان تلاش بکنیم، ما پولیتیشن ها تلاش بکنیم اینه یه پول بتوین شما و گاورمنت ها باشیم، که وقتی که صحبت ایران میشه حرف شما رو گوش بدن، نه حرف جمهوری اسلامی و لابیستاشون. رو این کار ما هستش، این وظیفه ما هستش. حتی نه به خصوص نسل دوم و سوم که تو فریدم بزرگ شدن، متولد شدن، اینا به خصوص به نظر من یه مسئولیتی دارن اینجا همراهی بکنن و تلاش بکنن. یه نقطه آخرینم بگم که فکر کنم این الان مشکلمون هستش. جمهوری اسلامی یه نراتیوی داره که هی داره به پولیتیشنای اروپایی میگه، این هستش که ما از طرف لوبیستاشو هم مستقیم میگه که ما بعد از این مدت خسته میشیم، ادامه نمیدیم، یا اینی که ما اختلاف بین ما هستش. هم پولیتیشنای اروپا میان رفتارمون رو نگاه میکنن تو پابلیک و تو سوشل میدیا و اینا، بعضی ممکنه باور بکنن اینو. ما باید درست همونجوری که شما گفتین، همونجوری که شما ایشون میدیم، ایشون بدیم که ما میتونیم پشت همون هدفمون وایسیم، با اختلافامون حل میکنیم، ولی اتک به همدیگه نکنیم. اگر این کارو انجام بدیم 100% موفق میشیم، مطمئنم تلاش هم میکنیم.